بر اساس داستانی واقعی. ناسا تایید کرد که سال 2021 ششمین سال گرم سیاره زمین بوده. رکورد دمای اقیانوس‌ها در سال 2021 شکسته شد و به بیشترین حالت خود بعد از سال 1955 رسید. در سال 2021 سیاره زمین شاهد بلایای ویرانگری بود که بار دیگه نشون داد تغییرات آب و هوایی واقعیت داره و از این به بعد در بیشتر جهان ما شاهد بلایای گسترده تری خواهیم بود. ونوس و زمین تقریبا با اندازه یکسانی از کربن به وجود اومدن. روی ونوس تقریبا همه کربن در حالت گاز دیوکسید کربن در جو قرار داره. ونوس دریاهاشو در گذشته از دست داد و بیشتر تبدیل به جهنم شد. بدون دریا دیوکسید کربن در جو ونوس بیشتر شد. ونوس در چنگ اثر گازهای گلخانه‌ایه. اما بیشتر کربن روی زمین که آتش فشانها در جو رها میکردن در طی میلیون ها سال در اقیانوس ها جذب شد و بعد سنگ های کربنی در اعماق اقیانوس ها به وجود اومدن، مثل صخره های سفید مشهور دوبر در کانال مانش. به این دلیل مقدار ناچیزی به صورت گاز در جو زمین باقی موند، کمتر از 0.03 از 1%. این مسئله اختلاف حیاتی بین یک زمین باگر و سرسبز و در زمین موجب میشه. زمین برخلاف ونوس زنده است، نفس میکشه، اما خیلی آروم. تنها یک نفس یک سال کامل طول میکشه. بیشتر زمین و جنگل ها تشکیل دادن. وقتی بهار به جنگل ها میرسه، جنگل ها دیوکسید کربن رو تنفس میکنن و رشد میکنن. پس دیوکسید کربن در اتمسفر کم میشه. وقتی پاییز میشه، گیاهان برگای خودشون رو میریزن و برگا میپوسن و دیوکسید کربن رو به محیط برمیگردونن. پس بیشتر جنگل ها هستن که دیوکسید کربن سالیانه رو کنترل میکنن. زمین به این شکل برای ده ها میلیون سال نفس کشیده. ولی کسی تا سال 1958 متوجه این موضوع نشد. زمانی که یک اقیانوس شناس به نام چارلز دیوید کیلینگ روشی رو برای اندازه‌گیری دقیق دیوکسید کربن در جو اختراع کرد و متوجه شد دیوکسید کربن در جو شدیداً در حال افزایشه، چیزی که هنوز هم ادامه داره. در واقع زمین چنین چیزی رو برای 3 میلیون سال شاهد نبوده. ما چطور میتونیم اینقدر راجع به این موضوع مطمئن باشیم؟ زمین یه دفتر خاطرات با جزئیات همراه خودش داره، نوشته شده در برف‌های گذشته. دانشمندان هواشناسی در اعماق یخچال‌های طبیعی گرینلند و قطب شمال حفاری کردند. لایه‌های یخ هوای کهن را در خودشون حبس کرده. ما میتونیم پیشینه 800 هزار سال قبل زمین را از این یخ‌ها بخونیم. در تمام این مدت دیوکسید کربن از 300 بیشتر نشد. این وضعیت تا زمان ورود به قرن 20 ثابت بود و بعد از اون در حال افزایش مداوم و سریع. الان دیوکسید کربن در جو بیش از 40% بالاتر از زمان انقلاب صنعتیه. با سوزوندن زغال، سنگ و نفت و گاز، تمدن ما در حال بیرون دادن دیوکسید کربنیه که زمین سرعت جذب اونو نداره و سیاره در حال گرم شدن. اثر گلخانه ای چیه؟ نوری که از خورشید میاد به سطح زمین میرسه و زمین انرژی رو میگیره تا سیاره رو گرم نگه داره. اما دیوکسید کربن انباشته شده در اتمسفر بیشتر گرمای خروجی رو به سمت زمین برمیگردونه و نمیذاره این گرما از سیاره خارج بشه، مثل یک پتوی زخیم. این کار سیاره رو گرمتر از حد نرمال و طبیعیش میکنه. اگه هیچ دیوکسید کربنی وجود نداشت، زمین یه گلوله برفی میشد. ما چطور میدونیم که مسبب مشکلاتی؟ شاید خود زمین موجب افزایش دیوکسید کربن میشه. شاید هیچ ربطی به زغال، سنگ و نفت و گاز و بنزینی که میسوزونیم نداره. شاید هم اصلا تقصیر اون آتش فشانهای لعنتیه. آتش فشانهای روی زمین
سالیانه حدود 500 میلیون تن دیوکسید کربن وارد جو میکنه. زیاده نه؟ اما این مقدار حتی 2% از 30 میلیارد تن دیوکسید کربنی نیست که توسط ما هر سال تولید میشه. کاملا مشخص دیوکسید کربن افزایشی در جو از آتش فشانانی است. پرونده شفاف و غیر قابل انکاریه. اثر انگشت ما همه جا هست. 30 میلیارد تن دیوکسید کربن در سال چقدر میشه؟ اگه اونو به صورت جامد در بیاریم، چیزی به اندازه صخره‌های سفید دوبر خواهد شد و ما اینقدر دیوکسید کربن رو هر ساله سال به سال به جو اضافه می‌کنیم. دیوکسید کربن یه گاز نامرئی. اگه ما میتونستیم همه اونا رو ببینیم، دیگه انکار نمی‌کردیم و به عظمت تأثیر تک تکمون به اتمسفر پی می‌بردیم. اگه ما راهمون رو تغییر ندیم، آینده فرزندانمون چی میشه؟ بر اساس نقشه ها و بررسی های علمی، اگه با همین فرمون به راهمون ادامه بدیم و تغییری در میزان دیوکسید کربنی که وارد جو میکنیم نداشته باشیم، فرزندان ما در وضعیت بدی قرار میگیرند. موج کشنده گرما، خشکسالی های بی سابقه و افزایش سطح آب دریا و انقراض انبوه جانداران. ما یه دنیای زیبا رو به ارث بردیم، دنیایی که زندگی با آب و هوایی نسبتاً با ثبات در اون امکان پذیر بود، و حالا بی احتیاطی و طمع ما همه چیز رو به خطر انداخته. اما هنوز میتونیم نجات دهنده باشیم. در ویدیوی بعدی میگم که چه کارایی میتونیم انجام بدیم تا سیاره دوست داشتنیمونو حفظ کنیم.